قبل از همه از همیتون اجازه میخوام که موضوعی که طرح شده سرش سخنهایی داشته باشم. پیش از همه خدمت و حضور شما عرض شد که شورای ملی کنونی افغانستان یا به عبارت انگلیسیش پارلمان افغانستان بعد از 30 سال تقریبی جنگ مجدداً به کار خود شروع کرده. در حقیقت این شورای چندم است؟ شورای 14 است و تسلسلی که از سال 13 دایر شده. خدمت شما شده که اگر پیشینه اعضای شورای ملی مخصوصاً ولسی جرگه و ولسی گرفته شود، در اینجا دیده میشه که شورای 14 که شورای برحال فیلی هست کار کرده و آخرین سال اسلام دوره کاری تقنیمی سال 5 است. فیلی ها برتری های نسبت به 13 شورای قبلی داشت. از نگاه ترکیب اجتماعی، از نگاه رسالت اجتماعی خود، از نقطه نظر سواد، از نقطه نظر استقلالیت و از نقطه نظر ترکیب قومی و به همین ترتیب از دیدگاه تمثیل و عشق و به همین ترتیب فداکاری در راه رهایی انسان، کمک به انسان، جامعه محتاج. هیچگاه ما در سابق خواهرانی نداشتم که قد راست حق طلب باشند، هم حق قشر یا اصلاح من جنس مردانه را بخوان هم زنانه را هیچگاهی نداشتم. اگر بودن چادر پیش در داخل شورا جا با جا بودن و حرفی که بلند میکردن آنند صدایی میشد، برایشان حق داده نمیشد که حیای زن بودنیتان حفظ بکن. گاهی که در داخل شوراهای قبلی بحث بوده بیشتر کج بحثی بوده تا مناظره یا دبت پارلمانی، همیشه دندان شکستن بوده و به این ترتیب جنگ بوده و از این قبیل. خدمت چی که عرض بکنم که گرچه آقای مرادیان خیلی حرمتشان دارم، احترامشان بسیار زیاد است پیش من، ولی زمانی که پای نبرد مناظره در میان نه باید لچ برهنه بگویم که نمیتونم با نظرشان موافق باشم که قانون اساسی افغانستان بستر خوبی برای بلندگی پارلمان شورای افغانستان و مخصوصا ولسی جرگه بود. شما ببینید با یک ترفند خاص قانون اساسی نافذه فعلی افغانستان تهیه میشه. صرف نظر که از نگاه انشا تا املا کاستی های بسیار زننده ای داره و بعضی جاها دو طرز حکومت جمهوری پرزیدنشیال و پارلمنتاریسم تاوری با هم خلق ساخته که تا جایی که پارلمان بیازار معلوم میشه تسامه میشه تا اونجا حق داده برای پلیسی جرگه و مشلان جرگه که عمل بکنن در مقابل کاستی ها و افرادی که اهمال میبرزن در وظیفه خود در کابینه و در قوه مجریه. ببینیم سه شکل مسئولیت معمولا در کشورهای پارلمنتاریز در قوانین اساسیشان به طوری سریع واضح روشن پیش بینی میشه. یک، طرح سوال و خواستن جواب که بنام استجواب است. این یک مسئله است. هر یکی از اعضای کابینه را میتونن احضار بکنن و از پیششان طالب استجواب شوند. دو، مسئله استیزا است. در مسئله استیزا یا ابقا مثلا بگم نتیجهش میشه و یا اینکه سلب اعتماد است. کلمه سلب اعتماد شما اینجا دیده نمیتونید. میبینی از نگاه اصطلاحی تخصص قانون اساسی اما ضعف داره، ضعف بسیار جدی داره، باز هم رأی عدم اعتماد است. سه دیگه، در کشورهای پارلمنتاریسم شکل سوم مسئولیت عبارت از نظارت و نتیجهش تحقیق است. حکومت فعلی کسایی که در کمیسیون داشته با یک ترفند فقط پلیسی جرگره پارلمان در مجموع در مقابل یک عمل بدو و صلاحیت نداری به این شکل از این نظارت پیش بینی کرده. در نظارت سالها پلیسی جرگه فریاد بزن هیچ جزا و معیده پیش بینی نشده. وزیر مختلص برطرف نمیتانه مگر اینکه سر به اعتمادش بکنه به استیزا بخواه، ولی رئیس عمومی چطور؟ یک نوع از جمع نویرزی های در این قسمت دیده میشه. من هیچگاه قبول ندارم، به خاطر از این نمیگم که جناب ساقب صاحب یا جوینده صاحب از جمله کسایی هستن زبده هستن و حیای حضور میدن. بخیر،
یکی پیشنیشان دیوار است، واضحی روشن. و شما بگم هیچ نوع معیدهی در قانون نیست که ولسی جرگه اگر نظارت میکنه ردی پای اختلاس را پیدا میکنه، رشوت را پیدا میکنه، اعمال در وظیفه را پیدا میکنه، بیکفایتی را میبینه، خشولی را میبینه، قومگرایی را میبینه، تبار حکمروایی را میبینه و این ترتیب هیچ کاری کرده نمیتونه. و پناهنده قسمت نظارت در قانون اساسی هیچ نوع صلاحیت اصای مثلا بگم که ولسی جرگه قد راست بکنه معایده را پیش میکنه و نیست. حتی در وزیرایی که استعزام میشه، در وزرایی که رأی عدم اعتماد میگیرن، اوها یبقا میشه. از کجا ما حساب بکنیم که در حرکت ولسی جرگه ما در قسمت نظارت ناکام بود؟ هیچ صلاحیت نداره. شکل یک مشوره یک حرکت اخلاقی رو داره، بیشتر کار دیگه نمیتونه. فقط حرف پس گوش میندازد، دیگه پروایش نداره که این رئیسی شرط چی که بوده و یا در نتیجه چنین بوده. حتی قربانی داده ولسی جرگه ما 11 وکیلی برجسته خود در رای نظارت رفته قربانی داده تا امروز حکومت حرف خود پشت دندان داره، هیچ حرفی نداره که سرنوشت 11 تا چی شد. لذا خدمت شما عرض بکنم که خیلی ها از کاستی ها در مقابل از این حرف وجود داره، هیچ گاهی نمیتونن. خواهی مقننه ما نه وظیفه معیدوی سکشنه داره که بدون از رئیس جمهور به شکل دیگری ازی بخواه ارگان دیگری باشه یا خود رئیس جمهور احضار بکنن و به حساب امپیچمنت یا مؤاخذه